مشاوران امنیتی کاخ سفید در آمریکا نسبت به دادن امتیازات بیش از حد به ایران در مذاکرات اتمی ابراز نگرانی کردند. گروهی از مشاوران امنیتی و از جمله پنج مشاور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای نوشتند توافق نهایی بر سر برنامه اتمی ایران در خطر سقوط از جایگاهی است که بنابر استانداردهای خود دولت با آن توافق خوب گفته می شود. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه سوم تیر ماه از قول چند مقام ارشد گفته این نامه بر پایه این نگرانی شکل گرفته است که مذاکرات ممکن است به مرحله ای برسد که بازرسی های بین المللی از تاسیسات ایران را تضعیف کند یا برای نمونه از اجبار تهران به توضیح در مورد برنامه های مشکوکش در گذشته صرف نظر کند. مشاوران امنیتی کاخ سفید میگویند توافق نهایی جلوی دسترسی ایران به سلاح هسته ای را نمیگیرد همچنین از ایران نمیخواهد تا زیرساختهای اتمی خود را نابود کند انتشار این نامه با امضای 18 مقام پیشین آمریکایی از جمله دنیس راس مشاور سابق اوباما در امور ایران و خاور میانه در آستانه پیوستن جان به مذاکرات اتمی با ایران صورت گرفته است آقای راست درباره نوشتن این نامی سرگشاده به خبرگزاری رویترز گفته است مقام های ایران باید بدانند که اگر قصد فریب داشته باشند با آنها برخورد میکنیم و حتی جزای یک تخطی کوچک سنگین خواهد بود. امضا نامه نوشتند اغلب ما توافق اولیه قویتر را با ایران ترجیح می دهیم. این توافق اولیه فعلی مانع از قابلیت ایران برای دسترسی به سلاح اتمی نمی شود. هرچند که مواد لازم برای چنین دسترسی را تا ده پانزده سال کاهش می دهد. این نامه همچنین به امضای دیوید پترایوس رئیس پیشین سیا و فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق رابرت آین هوورن عضو پیشین تیم آمریکا در مذاکرات با ایران و گری سیمور مشاور پیشین اوباما در زمینه سیاست ای و رئیس کنونی سازمان متحد علیه ایران اتمی رسیده است آقای راس گفته است توافق با ایران از چنان اهمیتی حیاتی برخوردار است که گفتگوها نه بر پایه ضرب العجل که برای نیل به مطلوب دنبال می شود. ایران و شش قدرت جهانی در پی رسیدن به تفاهمی در لوزان سوئیس در سیزدهم فروردین ماه مشغول تدوین سند نهایی توافق اتمی هستند که بر اساس چارچوبی زمانی که خود تعریف کردند باید تا دهم تیر ماه به پایان برسد. با این همه روزهای گذشته گفته‌های مختلفی در مورد احتمال ادامه مذاکرات پس از این تاریخ بیان شده است. به نوشته نیویورک تایمز نامه منتشر شده از سوی برخی از مشاوران امنیتی بر چالش هایی که جانکری وزیر امور خارجه آمریکا در پیشبرد گفتگوها تا زربل تعیین شده بر عهده دارد می افزاید. در تحولی دیگر در آمریکا، ادرویز رئیس جمهوری کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در بیانیه گفته است با نحوه پیشبرد مذاکرات اتمی مشکل بتوان تصور کرد که کنگره توافق نهایی را که باید در اصل با معنی و پایدار باشد بپذیرد. آقای رویس گفته است در حالی که زمانی خواستها از ایران بر مبنای تعطیلی تأسیسات آن بود اکنون اما ما در مرز پذیرفتن فناوری هستیم که به سرعت میتواند به وسیله برای ساخت بمب تبدیل شود دولت فرانسه روز چهارشنبه سوم تیرما، در اعتراض به جاسوسی آمریکا و از رؤسای جمهوری فرانسه سفیر این کشور را برای ادای توضیحات احضار کرد در روز پیش سایت ویکیلیکس اسنادی را منتشر کرد که نشان میداد دستگاههای امنیتی آمریکایی مکالمات سه رئیس جمهوری پیشین و فعلی فرانسه را شنود کرده است به گزارش خبرگزاری رویترز از پاریس فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته و پس از یک جلسه اضطراری دولت اقدام آمریکا را غیرقابل قبول خوانده است خبرگزاری رویترز در گزارش خود میگوید که سفارت آمریکا در پاریس از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اما شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است جولاند هدف جاسوسی و شنود ایالات متحده نیست. پیشتر دولت فرانسه در روز چهارشنبه در پی انتشار اطلاعاتی مبنی بر جاسوسی آمریکا از رؤسای جمهوری فرانسه، جاسوسی متحدان از یکدیگر را غیرقابل قبول دانسته و این اقدام را محکوم کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان لوفول سخنگوی دولت فرانسه کمی پیش از برگزاری نشستی فوری در پاریس به ریاست فرانس و و با حضور وزیران اصلی و مسئولان بلند پایه دفاعی و اطلاعاتی فرانسه گفت پذیرش جاسوسی بین متحدان غیرقابل قبول و دشوار است فرانس و رئیس جمهوری فرانسه صبح روز چهارشنبه در واکنش به جدیدترین اسناد افشا شده در وبسایت افشاگر ویکیلیکس اعضای شورای دفاعی و امنیت ملی این کشور را در جلسه اضطراری در کاخ الیزه گرد هم آورد تا درباره ماهیت اخبار منتشر شده و نتیجه گیری در مورد آن صحبت کند واکنش دولت فرانسه به شنود اطلاعاتی رؤسای جمهوری این کشور توسط آمریکا در حالی صورت گرفته است که این کشور توافقهای نظامی و اقتصادی مهمی با عربستان سعودی را قطعی کرده است. لورن فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه گفت کشورش ساخت دو راکتور را ای برای عربستان سعودی را بررسی می کند. آقای فابیوس روز چهارشنبه سوم تیر پس از دیدار با امیر محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در پاریس همچنین از فروش دهها هواپیمای مسافربری هلیکوپتر و شناور گشت دریایی به عربستان خبر داد. آقای فابیوس گفت فرانسه علاوه بر امکانسنجی سافت راکتورهای اتمی در عربستان کارشناسان سعودی را در زمینه امنیت هستهی و زباله های اتمی آموزش می دهد. عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی نیست که در این سفر محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی را همراهی می کند گفت که پادشاهی سعودی و پاریس توافق نامه هایی به قیمت دوازده میلیارد دلار امضا کردند یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به خبرگزاری فرانسه گفت که اگر تصمیم به ساخت راکتورهای اتمی در عربستان گرفته شود قرارداد ساخت آنها دست کم ده میلیارد دلار ارزش خواهد داشت علاوه بر این عربستان 23 فروند هلیکوپتر چندکاره H145 و سی شناور گشت دریایی را به فرانسه سفارش داده است. خطوط هوایی عربستان نیز پنجاه هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 8 میلیارد دلار از فرانسه میخرد همونطور که در گزارش دیروز هم گفته شد آقای لوران فابیوس حدود عصر دیروز خانم سفیر امریکا در فرانسه را به کاخ وزارت خارجه احضار کرد و بعد از انجام ملاقات به تنهایی در برابر دوربین خبرنگاران حاضر شد و گفت که سه مورد رو با خانم سفیر مطرح کرده است او گفت که یک گفتم که این امر برای ما قابل قبول نیست دو میخواهیم بدونیم که چنین امری آیا متوقف شده است یا نه سه اینکه نه تنها این امر در مورد رئیس جمهور باید متوقف شده باشد بلکه در معنای گسترده تر به نوعی در مورد شهروندان و دیگر شخصیت ها آشکار شدن این امر به گفته آقای فابیوس برای فرانسه قابل قبول نیست و مهمتر به گفته آقای فابیوس تنها مسائل سیاسی نبوده بلکه مکالمات خصوصی آقایان شیراک سرکوزی و اولاند هم شنود می شود آقای فابیوس در بخش دیگری از گفته هاش گفت که این امر از آنجا برای ما قابل قبول نیست که از سوی یک دوست و متحد یعنی امریکا این امر انجام شده باشد آقای فابیوس اشاره کرد که ظرف روز گذشته هم آقای اولاند با آقای اوباما گفتگو کرده هم شورای دفاعی در کاخ الیزه برگزار کرده و هم آقای والز در همطور که دیروز هم گفتم در مجلس به نمایندگان پاسخ داد جمله آخر آقای فابیوس در این موضوع این بود که من از خانم سفیر خواستم که هر چه زودتر پاسخهای روشن رو فراهم کنه اضافه بر تمام آنچه که گفته شد این خبر رو هم به عنوان حسن ختام خبر بدونید که دیروز آقای بیل گیتس با آقای اولان در کاخ الیزه دیداری داشتن میدونید که آقای بیل گیتس یکی از فعالین در مورد محیط زیست و همینطور بنیادهای کمک رسانی به فقر در کشورهای خصوصا افریقایی است پاریس تلویزیون ایران فردا بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس آمریکا و دیگر قدرت‌های در حال مذاکره با ایران وعده دادند که در صورت رسیدن به توافق جامع راکتورهای پیشرفته در اختیار ایران گذاشته شود آسوشیتد پرس می‌نویسد به سند محرمانه دست یافته است که پیشنویس یکی از چندین متن است که در صورت موفقیت مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به علاوه یک زمینه ی توافق نهایی خواهد بود سندی که آسوشیتد پرس به آن دست یافته است سندی هشت صفحه‌ای با عنوان همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز است که پنج روز پیش نوشته شده و در آن قید شده قدرت‌های جهانی به جای راکتور آب سنگین عراق راکتور آب سبک به ایران بدهند بنابراین گزارش غرب پذیرفته است در چارچوب اجرای توافق لوزان برای بازطراحی و نوسازی راکتور عراق به نحوی که پلوتونیوم با قابلیت استفاده تسلیحاتی در آن تولید نشود سطح همکاری با ایران را تا سطح در اختیار گذاشتن راکتور ارتقا دهد طبق این سند در صورت توافق غرب، تامین و بازیافت سوخت هسته‌ای و کمک به ساخت و فعالیت و ایمنی تأسیسات هسته‌ای ایران را تضمین کند و همچنین در زمینه های پزشکی هسته‌ای و تحقیقات به ایران کمک می‌کند. آسوشیتد پرس از قول یک دیپلمات نزدیک به مذاکرات که نامش ذکر نشده می نویسد بنابر توافقها چین در زمینه کمک به بازطراحی راکتور عراق است فرانسه در زمینه بازیافت سوخت مصرف شده هسته و بریتانیا در زمینه ایمنی و امنیت هسته ای با ایران همکاری خواهد کرد این گزارش در حالی منتشر شده است که وزارت امور خارجه ایران به خبرگزاری ها گفته است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جمعه شب تهران را به قصد وین ترک خواهد کرد تا مذاکرات اتمی با گروه پنج به یک را در آخرین روزهای باقی مانده از ضرب العجل دهم ده تیر ماه ادامه دهد مذاکرات در روز شنبه در حالی آغاز می شود که مقام های غربی بی خود را نسبت به سخنان روز گذشته علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی نشان دادند. رهبر جمهوری اسلامی روز سهشنبه دوم تیر ماه گفت لغو تحریم های غرب نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود. آقای خامنه همچنین گفت محدودیت های بلند مدت ده دوازده ساله را قبول نداریم. در واکنش به سخنان آقای خامنهای جانکری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی تحت تاثیر نظرهای اخیرا اعلام شده رهبر جمهوری اسلامی در مورد خط قرمزهای توافق نهایی قرار نگرفته و ادامه پیدا می کند. وزیر خارجه ایالات متحده که این سخنان را رو روز سوم تیر ماه بیان کرده است روز جمعه در وین به روند مذاکرات می پیوندن. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جان کری گفته است سخنان رهبر ایران و واکنش هایی که پس از آن در داخل این کشور در حمایت از آن منتشر شده برای استفاده های داخلی سیاسی است. آقای کری گفته است اگر تهران از تعهدهای تفاهمی که میان ایران و قدرت های جهانی در سیزدهم فروردین ما در لوزان سوئیس صورت گرفته ادول کند توافقی هم صورت نخواهد گرفت. وزیر امور خارجه آمریکا افزوده ما نه تحت رهنمود نه تحت تاثیر توییت هایی که برای استفاده های داخلی یا سیاست های داخلی است قرار نمی گیریم. در پی گفته های رهبر ایران حمایت از جمله به صورت مجازی برای نمونه در صفحه اینستاگرام عباس عراقچی از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران صورت گرفته است آقای کری در اشاره غیر مستقیم به سخنان آقای خامنه ای گفته نه او و نه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در انظار عمومی دست به مذاکره نمیزنند مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز چهارشنبه از احتمال دستیابی به توافق جامع در مهلت مقرر خبر داد و تاکید کرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای در مسیر خطوط قرمز آیت الله خامنه ای حرکت می کند. رئیس سازمان امور عراضی ایران روز سهشنبه با ذکر نام اختصاری کامران دانشجو وزیر سابق علوم خبر داد که پرونده صدور مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری زمین توسط این مقام دولت احمدی در دوره تصدی او بر استانداری تهران به قوه قضایی ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا قباد افشار رئیس سازمان امور عراضی روز سهشنبه دوم تیر از شکایت این سازمان از کاف دال یکی از وزیران دولت دهم ده خبر داد که به گفته او در دوره مسئولیتش در استانداری تهران مجوزهای غیرقانونی را صادر کرده است آقای افشار گفته است پرونده وی را به همراه اعلام جرمهای متعدد از برخی شهرداران دولت گذشته به دستگاه قضایی ارسال کردیم. کامران دانشجو در دولت اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران مدتی استاندار تهران بود و در دولت دوم آقای احمدی نژاد به سمت وزارت علوم منصوب شد. پیش از این نیز در سال 91 و در کیفرخواست دادگاه پرونده فساد مالی بیمه ایران موضوع الحاق غیرقانونی بیش از 100 هزار زمین کشاورزی به شهر لباسان با مصوبه ی کمیسیون ماده 5 که درباره تغییر کاربری عراضی تصمیم گیری می کند مطرح شده بود. یوسف علی درون پرور معاون استاندار تهران و از متهمان این پرونده گفته بود که ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار آقای کامران دانشجو بوده نه من که در اینجا محاکمه می شدم. در همین حال وبسایت الف روز دوشنبه 20 بهمن 93 در گزارشی با اشاره به سخنان آقای درون پرور در جلسه دادگاه نوشته بود که در نتیجه این مصوبه 200 قطعه ویلای 2000 متری به محدوده شهر لواسان در نزدیکی تهران اضافه شده است. به گفته وبسایت الف قیمت زمین های این دویست ویلا همکنون حداقل دو هزار میلیارد تومان است این در حالی است که با کاربری کشاورزی قیمت این عراضی حدود دویست میلیارد تومان بوده است شکایت سازمان عراضی کشور از کامران دانشجو در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد و از متهمان پرونده فساد بیمه ایران به پنج سال زندان محکوم شده است. رئیس سازمان امور عراضی ایران در سخنان روز سهشنبه خود همچنین خبر داد که 177 تخلف دستگاه های دولتی در زمینه ی تغییر غیرمجاز کاربری عراضی کشاورزی به مراجع قضایی ارسال شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت ما نمیخواهیم صرفا اعلام موضع کنیم بلکه به دنبال مذاکره جدی و تفاهم منصفانه و عادلانه هستیم این سخنان در حالی ابراز شده است که روز پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی شرایط تازه ای را برای توافق اتمی مطرح کرد آقای روحانی که در میهمانی افتار برای احزاب و شخصیت های سیاسی سخنرانی می کرد، گفت ما امروز به دنبال آن هستیم تا در موضوع مذاکرات هسته ای به عنوان یک نمونه بزرگ از مسائل سیاسی حقوق ملت را از طریق گفتگو و تعامل تثبیت کنیم. آقای روحانی به طور مستقیم به هیچ یک از شروطی که از سوی آقای خامنه ای ابراز شده است اشاره نکرد. رئیس جمهوری ایران گفت در شرایط فعلی کشور تحمیل، تخریب و تفتیش در مسائل مختلف راه به جایی نمی برد و باید شرایطی را برای جامعه ایجاد کنیم که فضا برای اقناع نسل جوان در مسیر آرمان ها ایجاد شود. آقای روحانی گفت نمی پذیریم تأخیر و یا تأجیل در مذاکرات به منافع کشور لطمه بزند و هر یک می تواند هایی داشته باشد. سخنان آقای روحانی در میهمانی احزاب و گروه های سیاسی در حالی پس از آن ابراز شد که پیش از آن سخنرانی غلام حسین کرباسچی چهره اصلاح طلب و نام بردن او از میر حسین موسوی منجر به اعتراض چهره های اصولگرا شد. آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران در این جلسه از میر حسین موسوی به عنوان سید مظلوم تعبیر کرد. در همین زمینه مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز به فارس گفته است بند زیافت افتاری رئیس جمهور را به دلیل حمایت هایی که از سران فتنه در این جلسه مطرح شد ترک کردم. آقای مصباحی گفته است آقای کرباسچی دبیر کل حزب کارگزاران در این جلسه میرحسین موسوی را به سید مظلوم تعبیر کرد در حالی که اگر بناست او سید مظلوم باشد لابد ظلم کننده به او نیز نظام است این در حالی است که او ظلم بزرگی به نظام مرتکب شده و از این رو به نظر بنده نشستن در فضای این جلسه مشروعیت ندارد روز چهارشنبه گروه موسوم به دولت اسلامی داعش از کردهای ساکن شهر رقه در شمال سوریه خواسته که ظرف مدت 24 ساعت این شهر رو ترک بکنن اما در این حال هشدار داده که اونها نمیتونن به شهرهایی برن که در کنترل نیروهای نظامی کرد هست شهرهایی مثل تل یا کوبانی داعش تهدید کرده در صورتی که شهروندان کرد شهر رقه رو ظرف 24 ساعت آینده ترک نکنن اونها رو به شهر مور خواهد فرستاد مشخص نیست دقیقا داعش به چه منظور تلاش داره تا کوتای ساکن شهر رقه رو از منطقه خارج بکنه این موضوع در حالی داره اتفاق میفته که طی هفته های اخیر نیروهای نظامی کرد پیروزی های زیادی رو در شمال سوریه به دست آوردن و با عقب راندن داعش بر مناطق مهمی از شمال سوریه تسلط پیدا کردن مجموعه این پیروزی ها باعث شده محور مواصلاتی داعش با شرق و شمال شرق رقه قطع بشه به ویژه آزادسازی طلبی از گلوگاه ارتباطی که داعش رو به مرز ترکیه وصل کرد همزمان اشاره بکنم با آزادسازی شهر تلبیاز یا به گویش کردی گرسبی ساکنان این شهر که در آغاز نارامی ها به ترکیه گریخته بودن اندک اندک به سکونتگاه های خودشون برمیگردند تا کنون حدود 5000 هزار نفر از ساکنان این شهر از ترکیه به تلبیاز بازگشتن روزنامه ملیت ترکیه هم امروز با اعلام این خبر گزارشی رو در این باره منتشر کرده بود اما علا رغم اتهاماتی که در طی روزهای گذشته متوجه نیروهای یگانهای مدافع خلق بود مبنی بر پاکسازی قومیتی و بیرون کردن ترکمنها و عرب از شهر طلبی است که عمدتا از سوی محافل ترکیه مطرح میشد همونطور که اشاره کردم طی یکی دو روز اخیر شاهد هستیم که بسیاری از شهروندان طلبی است چه شهروندان عرب چه ترکمن و چه کرد دارن به شهر برمیگردند با این همه به نظر میرسه حالا این داعش هستش که با این زرب العجل 24 ساعته برای کورتا به نوعی داره دست به پاکسازی قومیتی در شهر رقه میزنه و کورتای این شهر رو مجبور به خروج از شهر کرده همزمان اشاره بکنم با پیشروی های نیروهای کوری و رسیدن نیروهای یپگ به 50 کیلومتری شهر رقه پایتخت مورد ادعای داعش صالح مسلم رهبر حزب اتحاد دموکراتیک کوردستان سوریه اعلام کرده که فعلا نیروهای کردی برنامه برای حمله به شهر رقه ندارن با این حال صالح مسلم گفته که اگر دیگر نیروهای مخالف سوری برنامه برای حمله به شهر رقه داشته باشن نیروهای یه با اونها همکاری خواهند کرد آنطور که صالح مسلم اطلاع داده داعش در اطراف شهر رقه استحکامات دفاعی خودش رو گسترش داده از جمله دست به حفر خندق در اطراف این شهر زده مقام های امنیتی دولت افغانستان یک مقام امنیتی پاکستان را به دست داشتن در حمله سه روز پیش به پارلمان افغانستان متهم کرده است. اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است حمله ی روز دوشنبه به پارلمان این کشور را شبکه حقانی به دستور یک معمور ISI سازمان اطلاعات نظامی پاکستان انجام داده است. پارلمان افغانستان روز دوشنبه اول تیر مورد حمله هفت مهاجم قرار گرفت و درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمان سه ساعت ادامه داشت گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت حسیب صدیقی سخنگوی امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری ها گفته است طرح حمله به ساختمان مجلس افغانستان در پیشاور توسط مولوی شیرین از افراد شبکه حقانی ریخته شده است او به دستور یک افسر آی اس آی به نام بلال این حمله را اجرا کرده است. وزارت خارجه پاکستان با انتشار اطلاعی حمله به پارلمان افغانستان را محکوم کرده اما تاکنون واکنشی به ادعاهای اداره امنیت ملی این کشور نشان نداده است. بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی دولت افغانستان تلاش کرده است روابطش با پاکستان را بهتر کند و در هفته‌های اخیر خبر امضای یک تفاهم نامه امنیتی میان ادارات استخباراتی یا اطلاعاتی دو کشور سر و صدای بسیاری ایجاد کرد. پس از یک دور تلاش‌های کابل برای نزدیکی با اسلام آباد این نخستین باری است که دولت افغانستان اعضای آی اس را متهم به دست داشتن در یک حمله علیه افغانستان می‌کند. همزمان یک سخنگوی گروه داعش در اشاره‌ای مستقیم به گروه طالبان بدون نام بردن از این گروه گفته است که گروه طالبان عامل دستگاه اطلاعاتی پاکستان است این سخنان چند روز پس از بیانیه طالبان ابراز شده است که طی آن به داعش هشدار داده بود به جبهه دیگری در افغانستان نیاز نیست گروه طالبان افغانستان در نامه به ابوبکر بغدادی رهبر داعش و سایر فرماندهان گروه داعش آنان را مجاهدین خطاب کرده و تأکید کردند که نیاز به ایجاد جبهه دیگری در افغانستان نیست طالبان گفته است اگر داعش بخواهد جبههای در افغانستان بکشاید ممکن است با واکنش این گروه روبرو شود گروه طالبان در این نامه از داعش خواسته که با طالبان همکاری کند این گروه در بخشی از این نامه نوشته نه اینکه خدای ناکرده از جای دور چنان تصمیم های اتخاذ کنید که در اینجا مایه ناراحتی و ناخشنودی بزرگان مجاهدین علمای دین و هزاران تن مجاهدین مسلح گردیده و برای دفاع از دستاوردهای خود دست به عکس عمل بزند در همین حال گزارشهایی در رسانه ها به نقل از طالبان پاکستان در انتقاد از ولایت ابوبکر البغدادی منتشر شده است بیشتر گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه افرادی از گروه طالبان نیز از صفوف این گروه به داعش پیوستهاند سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به زیر 54 میلیارد دلار خبر داد. در سال 2011 یعنی اواخر دوره احمدی نژاد این رقم 114 میلیارد دلار بود. بر اساس این گزارش 122 صفحه ای که در وبسایت رسمی اوپک منتشر شده است، ایران در سال گذشته مجموعاً 1 میلیون و بشکه صادرات نفت به ارزش 53,652 میلیارد میلیون دلار داشته است. این رقم در سال 2013 نزدیک به 62 میلیارد و در سال 2011 که هنوز تحریم فراگیر غرب علیه ایران اعمال نشده بود، حدود 114 ,000 ,000. میلیارد دلار بود. آمارهای این گزارش نشان می دهد که هنوز هم درآمدهای ارزی ایران به شکل چشمگیری وابسته به نفت است اگرچه این کشور واردات خود را طی سالهای گذشته به شدت کاهش داده است. ایران در سال گذشته مجموعا نزدیک به 99 میلیارد دلار صادرات داشته است که نسبت به سال پیش از آن تغییر چندانی نکرده است. واردات ایران نیز طی سال 2014 به حدود 55 میلیارد دلار رسید که حدود 9 میلیارد دلار نسبت به سال قبل و 23 میلیارد دلار نسبت به سال 2011 کاهش را نشان می دهد. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته حدود 3 میلیون و 100 هزار بشکه در روز تولید نفت و 213 میلیارد متر مکعب تولید گاز تجاری داشته است. در این میان ظرفیت فراوری نفت ایران طی سال 2014 حدود 66 هزار بشکه در روز افزایش یافته اما تولید محصولات نفتی به رقم افزایش ظرفیت پالایشگاهی حدود 7.5 درصد کاهش یافته است. اوپک می نویسد که ایران واردات محصولات نفتی را در سال گذشته بیش از 166 درصد افزایش داده و به 40 هزار بشکه در روز رسنده است. صادرات محصولات نفتی ایران نیز بیش از 19 درصد افزایش یافته و به 470 هزار بشکه در روز اوج گرفته است این رقم حتی از سال 2011 نیز روزانه حدود 40 هزار بشکه بیشتر است